خداوندا، همه مردم به من میگن علی بیغم، ولی تو که اون بالا نشستی بهتر از همه میدونی که چقدر غم و غصه تو این دل من هست، چقدر فکر و خیال تو این مخ من تلمبار شده. خدایا تو خودت میدونی من توبه کردم که دیگه دنبال پول مفت پیدا کردن نرم، حاضرم عملگی، آبوز کشی، حتی حمالی بکنم، اما توبمون اشکنم. خدایا قسمت میدم به حق مقربین درگاهت، درد همه دردمندون رو دوا کن، حاجت همه حاجتمندون رو روا کن، از تصدق سر اونا قربون اونقدر بالات بارلاها نوکرتم، این ننه پیر منم، خودت واسمونی گرش دار، کمکم کن یه کاری پیدا کنم تا بتونم پول دوا و غذای این دختر بچه ای رو که خودت سر رام گذاشتی روبرا کنم. آمین یا رب العالمین یا بابا الحوائج. الهی صد هزار مطلب شد. علی چیه ننه؟ ننه مردم راست میگن علی بیغم، آخه با نشستن و دعا خوندم که کار درست نمیشه. بلند شو بیا ناشتایی تو بخور، برو سر ایستگاه، شاید یکی دورا کمکی بری و بتونی سورسات رو روبرا کنی. اومدم با اومدم. یا علی ادرکنی، اومدم بیریز بینم. نه الان چایی دم میکشه میریزم. مرضیه بیدار شده؟ آره تو اتاقه. تا چایی حاضر بشه من یه سری به مرضیه بزنم و قرقی بیام. خیلی خب، اونم بیارش چایی بخوره. ای خدای بزرگ، خودت علی آقا رو عوضش بده، خودت کاروبارش رو درست کن. مرضیه؟ سلام علی آقا. سلام، حالت خوبه؟ الحمدلله بد نیستم. مرضیه با کی حرف میزدی؟ با خدا. با خدا؟ آره، آخه من به جز خدا کسی رو ندارم که باهاش حرف بزنم. ناراحت نباش کوچولو، قصه نخور، کسه به کسون خدا. اون که درنگ باشه تو دنیا هر جشن
رنجش با دخلش میزنه مروالا. بیست راننده استخدام می شود با در دست داشتن گواهی نامه به خیابان لرز شماره 103 مراجعه نمایید. خیلی با امید تو خیابان لعل شماره 167. اگر نومه هر با خیر میکنم اینا که روز نومه خوندم. نه خیر دیگه به ما نمیرسه بی خود این همه رو یا صاحب صاحب ما رفتیم بابا دیر نیست. حالا کی نوبتی ما میشه هیچ معلومی. میبینم هشتی میگم که تو پایه چندی؟ پایه چندی چیه؟ پرسیدم گواهی نامت پایه چنده؟ گواهی نومه؟ من که گواهی نومه ندادم. ما این نایمده اینجا کار کنیم. چرا؟ خب اینجا گواهی نامه میخوندی که ببینم مگه آشپزی هم گواهی نومه میخوند؟ تو آشپزی؟ آره اینجا که آشپز نمیخوام. بچی چی میخوان؟ بیست راننده میخوان این همه اومدن. آخه مرد حسابی تو اینکه بیست راننده میخوان یه دونه آشپز نمیخوان؟ حتما میخوان. بریم کمکه بری بگیم آره بیا باکه آدم های بیکار بریم کنار بی باکه اینجوری در نمیاد همشیره بی پایین تو ما درش بیارم بی پایین یه زن افتاده چوچوک باسته دیل هر هر بلندش کن بلندش میکنه اما برقره گرگیری بگی بلند کن الان میزنمش وسط تو خیابون تو بگاش کارت نباشی باکه هم گیرا بلندش کن ببینم یا خونه دیگه هر کاری یه رایی داره آبجی باید از این یه خود نم نمک برون. آره بابا خواستیم که استخدامم کردیم برید دوباره کارتون. نفهمیدم نفهمیدم ببینم تو به کی داری ارد میدی؟ رئیسی واسه خودت رئیسی به من میگن جعفر جنی خودم بچه باقی فردوستم شغلم هم آشپزیه اگه یه دفعه دیگم صدات بارم چی کار میکنی؟ هیچی بابا بره بیرون. چه خبر احمد؟ آره خیلی هم بیمعرفته. آقایون کی باشه؟ زرزرش حالا دیگه مارم نمیشنسه. آقایون کار میکنن گردن کلفتی هم میکنن. داری باره میگی؟ گفتی گردن کلفتی؟ لعنت خدا بر دل سیاه شیطون چیه یادم ملت؟ اتفاقا من از آدم های مغرور و گردن کلف خوشم. ای قربونه دهنت میاچت کنه رو حالا خاطر داد بزنی؟ این دو نفر اومدن اینجا فقط بلد شده داد بزنه. این دو نفر اومدن اینجا زبون خوش ما رو از تو سوراخ در میاره. این دو نفر اومدن اصلا نمیدونم این میز و صندلی ریاضه چه خاصیتی داره که هرکی پشت اون میشینه عوضی میشه. دست میکنی یا نه؟ خیلی خوب چرا داد بزنی؟ این دو نفر اومدن مثل اینکه با آدم دعوا داره. بکنی وای که دیوونه شدم میذاری حرفمو بزنم یا نه؟
هر چی دلت میخواه بگو. برای خانم این دو نفر من مردشوره یه لغمه نونو ببره که آدم باید به خاطر اون از هر کس نامردی حرف بشنوبه. این دو نفر اومدن اینجا آدم از بیکاری بمیره ها، بهتره که زیر بار منت بعضی ها بره. بابا بذار حرفم رو بزنم، بذار بگم آخه، بذار ببینم چی میخواد بگه. خیلی خوب، واسه خاطر شما چیزی بهش نمیدیم. بله خانم این دو نفر و الا یه کاری میکردم باش که دیگه نتونه روی این صندلی بشینه. جناب آقای جعفرخان جنی. بله آقای جنی، اجازه بفرمایید حرفمو بزنم. حالا شدیم بله نسبت آدم حسابی، هر چی دلت میخواد بگو. دیگه وسط حرف منم حرف نزن. چش دیگه چشمم نمیخواد بگه. اونم چش. بله خانم این دو نفر اومدن. اگه از اول با من اینطور حرف میزدی ما چه کاری به کاری نداشتی. بابا بذار حرفمو بزنم. اصلا حرفم نزن. نه بم این دو نفر اومدن اینجا که خانم جعفر بذار ببینم چه گلی میخواد بخوره. آخه چشم آقا دوترت به خاطر تو دیگه کارش ندارم. بنال ببینم چی میگی. این دو نفر اومدن از من کار میخواد. خب بهشون کار بده. ما 20 راننده میخواستیم که استخدامم کردیم، بیشترم احتیاج نداریم. گفتم استخدامشون کن. فراموش نکنین که من مدیر این مؤسسه هستم و من باید در این مورد تصمیم بگیرم. بازم چیزی بهش نگم؟ ولش کن، میخواد تصمیم بگیره. بگی تو در نرفته. این مؤسسه مال پدر منه و من دستور میدم که استخدامشون کنی. اگرم محل خالی نداری این آقا فعلا میتونه راننده مخصوص خود من بشه. ما راننده شما و اون آقا من که رانندگی بلد نیستم. پس چی کاره؟ من چیدم آشم. آشپزه. اینطور که خودش میگه تو کارش خیلی خبره. بله آشپزه. بله بسیار خوب. یک خورجهی بفرستم. بله این آقا رو ببر اتومبیل منو تحویلش بده و اون آقا رو هم ببر تو آشپزخونه. اطاعت. بوری دیگه. آره ما هم رفتیم تو آشپزخونه. الان میرم یه آشی و سد میپزم که یه بچه روش روغن باشه. بر این اتومبیل گوهر خانومه. آره میشناسم. از چاله درش آوردم، خودم افتادم تو چاه. نه با ما نیستیم. این کلیدو بهش بده. بگو واسه ما خوب نیست شوفر یه زن باشین. خداحافظ شما. صبر کن. با تو کاری ندارم. میتونی بری. نمیخوای اینجا کار کنی؟ راستش نه خانوم، واسه ما خوب نیست که شوفر شما باشیم. اگه در مورد کم و زیاد بودن حقوق نگرانی، من ترتیب میدم که رفع نگرانیت بشه. نه آبزی، موضوع پول و این حرفا نیست. پس چی؟ راستش پیش سر و همسر آدم کنف میشه. میگن علی بر یه اوم جردن کلوفتی کارش به جایی رسته که رفته زیر علم یه زن. نه داشتم، ما نیست. ولی من در یه وضعی هستم که به کمک شما احتیاج دارم. اگه ممکنه بهم کمک کنین ازتون خواهش میکنم. کمک کنین و یه مدتی پیش من بمونین. به حرف هیچ کس هم کاری نداشته باشین. آقا چجوری میشه آدم یه گوشش در باشه یه گوشش دروازه و هر چی خلق اللهی عوضی میگن نشنفته میگیره؟ کسی چیزی نمیگه. اینو شما داری میگی، اما در دروازه رو میشه بس. شاکی دهن مردمو نمیشه بس. اونم دهن بعضی از بچه محلای نامرد منو که هیچ چفت و وستی بهش نمیخوره. نه با ما مادیون اون اکرگی دوم نداشت. از گشنگی اگه بمیریم بهتره که گزک دست اینو اون بدیم. ما رفتیم خداحافظ. احمده که دیدی احمد؟ همون یارو عوضیه که پشت میز نشسته بود و قد قد میشه. آره سکن بینجا بفرم. اون برای من و زندگی من نقشه ها داره. مرتبا کوشش میکنه با استفاده از قدرت عمش که مادر من باشه یا حرص و طمع پدرم وضعی پیش بیاره که من باهاش عروسی کنم. تازه اگه تو همینجا راضی بود شاید میشد تحمل کرد، ولی اون نقشه داره ضمن عروسی کردن با من به ثروت پدرم دست پیدا کنه. در غیر این صورت اسباب درد سر ما میشه. خب زیرا باشو بزن. چی؟ چی؟ منظورم این که یه جوری کندشو بکش.
مادرم ازش حمایت میکنه. اینش دیگه به ما مربوط نی. قدیم و ندیم گفتن سری که درد نمیکنه نباس چادر شب بست. ما رفتیم دنبال زندگی خودمون. تو هم با همه پولات فکر بدبختی خودت باش. علاقا وای که بینه چه؟ علاقا این خانوم به تو پناه آورده. دور از مردونگی جواب رد بهش بدی. لا اله لا لا ببخشین آبجی بین چه پدر تو این زنها رو نمیشنسی، خصوصا یکی که اصلا افیس و افادش دلم به هم میخوره. یاد تو خیامو از جوغ درش اردی پاشو گذاشت رو گاز رفت و محل سگم به ما نذاشت. بله با همه این احوال گذشت با بزرگتره. فعلا یکی دو ماه اینجا میمونیم تو ببینیم چی میشه. اگه واسه پول و پلت من بهش میگم چربش گوه محل این حرفا؟ من اصلا اهل این حرفا نیستم. تو چجوری ما رو شناختی؟ یه میلیونش فدای یه تار موی دوست. حالا که اینجوری اصلا موندگار میشین. خانم شما تشریف ببری من راضیش میکنم. ببری صحبت هایی میکنی جون شما. حالا خوشت اومد اما راضی شدی؟ گلبونه اون دهنت بیا ما چه دیم بیا واش ماش کنی. حالا دیگه من باید برم. میرم تو آشپزخونه یه آشی برای این یارو عوضیه بپزم که یه وجب روش رو قم باشی. چله چله آشپز باشی نمیخوام بیا پیشت آشپز باشی گل گل آشو بگر نناشی نناشو بگر این چشم سیاشو بگر نناشی نناشو بگر
یالا کاره، یه وقت نامرحم بود. چه میدونی؟ نه سلام علی آقا، داری نماز میخونه، الان میاد. سلام به رومات، بی پایین بینم دخمه. نه یا توی افل را ببینم، دو مواد خوردی؟ آره، امروز حالم خیلی خوبه. باری کلا مرزی جون، ببین چی چی ها و سر خریدم، کیف کن. خوشت میاد؟ خیلی قشنگی، علیو خدا خیلی قشنگتری. اینو بهش میگن عروسک چشم زن، شبا چششو میبنده، روزا چششو وا میکنه. علی، دیدیم اومد. بودو برو پیش ببینشونش بده. ببین جون، ببین علیاقو بسم چیه برده، ببین چقدر قشنگه. به هم مبارکت باشه، خیلی قشنگه، خرابش نکنه. سلام علیکم. سلام مادر. چطوری؟ ای بد نیستم، الحمدلله. مرونه بینم دو دستی. خدا نکنی، خدا سرم کنید. بعد پسر؟ چرا مای قدقانه؟ نه تفلی دختره خیلی خوشحال شده. ببینم عروسک رو چند خریدی؟ باشه یه دونه 98 تومن. آخه مادر، با این وضعیتمون نباید این کارو میکردی. چرا ننه؟ آخه دیروز و دیشب میرزا علی دو دفعه اومده بود عقب کرایه اتاقش، امروز هم کلثوم زنش اومد، نمیدونی چه قرش مال بازی سرم در آورد. مادر، پیش در و همسایه از خجالت آب شدم. هیچ عیبی نداره ننه جون، خدا بزرگه، پول بهت میدم میدی بهش. خب ننه نارپار چی داری؟ ما برای خودمون یه خورده اشکنه درست کردیم. اشکنه؟ میخوای واسه تو برم زیر بازار چه نون و کباب بگیرم؟ میخوای واسه نیمرو درست کنم؟ نه آخه مرغ کاکلیمون 3-4 روز تخم میکنه. نه اشکنه رو دوره هم میخوریم و خدا رو شکر میکنیم. خدا حفظ کنه. جیگرم خونش شد. الهی شکره، 100,000 مرتبه شکره. ببین ننه، مشکل ازدار مشکله، تو با این سن دو سالت میشینی یه پاتیل کلیپ و یه نفس میخوری. میدونی، اما هستن تو این دنیا آدمایی که فرش زیر پاشون از طلا و جواهره، اون وقت آرزوی همین یه لقمه نون اشکنایی ماره دارن. آقای دوست، بگی یه خورده به من نون بدن، از گرسنگی دارم میمیرم. نه خانم، ابدا شما نباید لب به غذا بزنید، برای سلامتیتون خوب نیست. فعلا فقط دواهاتونو بخورید، یه سوزنم براتون مینویسم که جلوی گرسنگی رو میگیره. راست میگه مادر. آره عزیزم، نسبت گذشته بهترش، ولی خیلی مراقبت کنید، اگه قضا به لبش برسه کارش تمومه. فقط دستور بدین این نسخه رو بپیچن و این آمپولی هم که نوشتم به هر ترتیبی شده پیدا کنم. بله کجایی؟ همینجا. چرا هرچی صدات میکنم جواب نمیدی؟ تو آشپزخونه با دنجون بس میکنم. علی کجاست؟ تو باقی. این نسخه رو بده علی، بگو فوراً بپیچه. بده علی بپیچه، معطل نکن. قینا خدمتون باشه، تو من بده علی بپیچه. اینا چیه؟ مشتری آقا، مشتری آقا، پوشو مشتری آقا. خب بگم علی بپیچه، اینم که خوابیده. حالا من چی کار کنم؟ یه کاریش میکنی. آقا دادی نسخه رو بدید؟ نه دادم. چرا؟ آخه علی خوابیده بود. خب میخواستی بیدارش کنی. نه به جونش شما، یه خور نوسه میکشی، یه خور نوسه میکشی کم. که چی؟ که فکر بکنم خواب یه کافه سازدن ضربی رو میدی. کافه سازدن ضربی؟ آره، به نظرم رقاصش هم سامیه بود. سامیه خیلی خوبی رسه، خوشگلم هست. چی گفتی؟ نفهمیدم؟
یه دفعه دیگه بگو ببینم چی گفتی؟ هیچی عزیزم، هیچی. باهاش شوخی میکردم. آره مادر، ناراحت نشین، شوخی میکردم. ببینم پسر، نسخه رو چی کارش کردی؟ خودم پیچیدم و بردمش. به این سودی؟ آره، اینکه کاری ندار. به این سرعت چجوری پیچیدش؟ اینجوری. ای احمد، آقا به خودش بگین، احمد آقا با شماست. با من؟ بله، مگه ندیدی قایم داد زد احمد؟ برو بیرون. خیلی خوب، بازم وایسادی منو نگاه میکنیم؟ برو بیرون. دارم میرم. خب برو. خیلی خوب. پس چرا نمیری؟ الان میرم، دیگه کاری نداری؟ نه خیر، خواهش میکنم بفرمایید بیرون. میگم که کی میگی؟ اگه چیزی دیگه ای هم دارین که باید پیچیده بشه بدی من بپیچم. من خوب میپیچم. نه خیر نداریم، بفرمایید بیرون. خلاصه یه وقت واسه این کار رو یه جزوی علی رو اخواب بیدار نکنینو. نه خیر نمی کنم، بفرمایید بیرون. خیلی خوب. اگه از این دایش برو بیرون. دقیقه افراد کردی. اخ، دارم از دست این پسر دیوونه میشم. مردم عزیزم، عصبانی نشو، جعفر پسر خوبیه. آی گربونو دهنت، بیا ما چک کنم. بی ادب، فضولی نکن، وایس سر جات. ببخشی، خب ازی گرفتم، عصبانی نشی. حالا من شما رو ماچ میکنم، شما از طرف من هم به خانومتون رو ماچ کنیم. بسته دیگه فلم کن. بی گربونی شما مچکیم. آی آی چی میخندی؟ بیچاره سیاد کرد. اونا همیشه منو سیاه میکنن، ولی میدونم چی کارشون کنم. یک بلای سرشون بیارم که مرغای آسمون به حالشون گرگه کنم. یه کاری کن بیرونشون کنم. فعلا امکان نداره، گوهر ازشون حمایت میکنه. میگم که ممکنه علی قاپ دختره رو دزدیده. منم همینطور فکر میکنم، ولی گوهر خانم با اون همه غرور چطور ممکنه یه لات آسمون جلو به شما ترجیح بده؟ اینو دیگه باید از خودش پرسید. در هر حال من آروم نمیشینم. گوش کنید بچه ها، باید دست به کار بشین که یه فرصت مناسب گیرشون بیارین و حسابی تربیتشون کنید. بشه مگه مرحل داریم؟ آره، این آقایون هم دارم. آره، خیلی هم داری. آقایون هم دارم. چطوری کاکا بکنی؟ بیا با من خواری داری؟ آره، میخوام یه خوردم ماشتمالت بده. مگه اینجا همون قبله هست که میخوام ماشتمالت بده؟ آره، چجوری ماشتمالت بده؟ خدایا خودت میدونی که من دعوا مرافر توبه کردم. بری خلوی سیجی دارم. 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 خوب اومدی. بری خلوی سیجی دارم. کشته بودنه، فرار کردم. فرار کردی؟ بی ارزه ها، چهار نفری نتونستین از پسشون بر بیاین؟ اونا ما رو زدن، شما هم ما رو میزنین. آخه مرد، منو ببین به امید کیا نشستم. در هر حال این بیلیاقتی آخرتون باشه. خوب گوشاتون رو وا کنین ببینین چی بهتون میگم. من تصمیم دارم در اولین فرصت با مرتضی خان پدر گوهر حرف بزنم و ضمن خواستگاری گوهر ترک اون دو نفر رو بکنم. اگه موفق شدم که چه بهتر، در غیر این صورت از راه دیگه وارد بشم. و اگه این دفعه بی ارزگی کنین حساب همه تونه میرسم. فعلا با هاتون کاری ندارم، میتونین بری.
را بیفته بچه ها. علی، علی، چرا جواب نمیدی؟ با تو هم علی. پاشو بیا اینجا ببینم. بله بله خانوم. چرا هرچی صداش میکنم جواب نمیده؟ آخه خانوم جون، دوغ فروشم وقتی میخواد بگه دوغ میگه دوغ عرب. یه چیزی قاطیش کن، علی خالخالی که نمیشه. بسیار خوب فهمیدم. بله علی آقا، علی آقا، حضرت آقای علی آقا، لطفاً تشریف بیارین اینجا. حالا این یه چیزی شد. چرا هرچی صدات میزنم جواب نمیدی؟ این بی احترامیه. بی احترامی؟ آره، تو مجبوری به من احترام بذاری. جعفر بهش بگو احترام چطور شد. میدونی خانه جو احترام، احترام شوار کرد. احترام کی؟ والا یه وقتی تو کافه جمشید گارسون بود، یه لگه آب توبه ریخت درش و رب آستوستن خرات نشست. الانم سه چهار تا بچه قد و نیم قد داره. مسخره ها. علی با تو بود؟ ما رو با احمد عوضی گرفته. بفرمایی سوار شیم. درش کسی خیال میکنه در تاکسیه؟ بی حساب به ما رو خوشم رحم نمیکنه. نمیفهمه ولی تو هم نمیفهمی. تفنگ آوردی؟ آره، باید تو صندوق عقبه. با کجا باید برم؟ خیلیم حرکت کن تا بهت بگم. والا خواه، حرکت کن. چیزی نگه بزنم؟ بالاخره کجا باید برم؟ وقتی پشت فرمون میشینی کلاتو از سرت وردار. کلامو وردارم؟ عجب دنیاییه. یکی کلا سر آدم میذاره، یکی کلا آدمو ور میداره. نه داشت ما کلامونو ور نمیداری. بالاخره کدوم طرف برم؟ برو طرف جاده مازندران، میخوام برم شکار. واه بیابون، میخوام برم شکار؟ همچی میگم. زاپاسم پنچره، خب اقلا میگفتی میدادم پنچرشو میگرفتم. آه اشکالی نداره، برو. چی چی رو اشکالی نداره؟ اینجوری که آدم بیابون نمیره. بفرمایین چجوری میره؟ لاغل قوتی، غذایی، وسیله امر خودش میبره. من رژیم دارم، به غذا احتیاج ندارم. تو رژیم داری؟ به ما چه مرتی که باید گشنه بمونی؟ کی گفت تو گشنه بمون؟ خب برو برای خودت یه چیزی بخر. خیلی خوب، هیه توش باز بریم دم خونه ما، به ننم بگم دارم میرم بیابون. ممکنه امشب دیر کنم پیرزن دل واپس بشه. خونتون کجاست؟ مولوی پشت باغ فردوس. بسیار خوب بفرماییم، ولی یه کمی با عجلی. چرا معطلی؟ برو دیگه. خیلی خوب، با این دیگه چیه؟ شیشه رو بکش بالا، بچه به توف نکن. نمیخوام. نه در واکن. اومدم. یالا نه یا تو چرا در کلون کردی؟ آخه هاجر خانم لب حوض داره سر تنشون میشوره. آخه تو خونه مستاجری هم کسی لب حوض سر تن میشوره. من چی کار کنم مادر؟ خب بگذاریم القصه، ما داریم میریم بیابون. ننه این دیگه کیه؟ اونیه که ما پیشش کار میکنیم دیگه. چی گنده دماغ، یه وقت با اون ریخت و خیافش از اتول پایین نیاد پیش در همسایه آبروی من میره ها. نه نمیاد، او انقدر فیس و افاده داره که خیال میکنه از دماغ فیل افتاده. مردشور. نه نه خورک برا که چی داری؟ یه خورده کفته شامی داریم، میخوری واسه حالا اشتها ندارم، اما اگه سه چهار تا اون مشتیاش بسری لاینون ور میدارم میرم بیرامون با خودم. برای هم چی کامی کنم؟ نه تو حواست ماره باشتر. مامیمه، آره. موسیقی
بیا. اومد. یه خورده هم وسط هفته بیجار گذاشتم. ای قربونت برم ننه، تو همه ننه های دنیا ننه ترین نوکرت هم به خود با. خواهد که حالم بذارم سر این تو کوچه بده. بعد اونه که نباشه ننه، من ارث باباشونه طلب کنم. تو که مال قاچاق نیستی. قربونت برم الهی بدال چم. خوش اومدی. خدا حافظ. یواشتر برو. نوکرت هم چش. شش ننه تو ششم. خدا حافظ. دست علی به همراه. به طرف چپ برو. آه. اون که جاده خاکیه. اشکالی نداره برو. خدا را کرده پنچر خونی میمونیم و بمونیم. اگه میترسی میتونی پیاده شی. خودم رانندگی میکنم. چرا داد میزنی؟ ما که نگفتیم میترسی. اگه نمیترسیدی میرفتی تونترم میرفتی. تا قرص بشی. ماروشم چرا ولو شدی؟ باشو باشو شیر اومد شکار کن. جفری کل من آق شد. باشو توفنگ منو بده. خیلی خوب توفنگ تا من باید برم دخته. زود باش به جون. نه ترس من دارمه هنو که خبری نی. واه با توفنگ با بلش کن بده من ببینم. نشانگم توش گذاشتم و بپا. خیلی خوب. غلط نکن. مثل این که خودش شکار شد. اما نه انگار یه چیز داره تو آب داره میلونه. برو طرفه. برو از اینجا. شد غلامی که آب جو آرد. آب جو آمد و غلام ببرد. برو از اینجا. بپشت با تو چشت نره. قدیم و ندیم گفتن کار هر بوز نیست خرمن کوفتن. گاو نر میخواد و مرد کوهن. آخه نازک نارنجی خانم برو چه شکار کردن دست داره من. بیا 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 یه مشکل. بیا 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 نترس بره من دستو بده به من. باشو باشو خجالت بره. خدا به حیوانات این رحم کرد که شکار شدی و الا الان همشون تو مایتابه داشتن به تاس کباب نزدیک میشدن. ای خدا کاش یه آینه اینجا بود قاید میدیدی. بسنم یعنیم ماره با داریه عوضی گرفتی. همون سی چل تو آهویی که زدی و تفتاد پشت بسته دیگه. ما رو نزن شکار چی خانم. برو خواهی تو خوش کن. غربی ها رو باقالی بار کن. چی شده؟ هیچی با گابمون زایید. بیا و سیاحت کن. پنچره؟ آره پنچره. زاپاستم چی گفت وای تو این بیابونم که بنی نوع بشر خبری نیم. اجاده حالا چی کار کنیم؟ چمچاره؟ هی گفتم با ما بد نکن. بد قلقی نکن. یکی اون بالا هست که ما رو دوست داره. گوش نکردی که نکردی. بس دیگه. خیلی خوب. حالا بیا کت ما رو به پوستین پهلو نکنی. بعدم زود برو دم اون رودخونه خودتو بشوری. حالا کدوم رودخونه؟ اون رودخونه که پشت این تپه هست دیگه. یالا به جان دست این بر دفعه کاش خاطی کرده. تو فنگو تو شکم شیره جا گشتی؟ نه همونجا افتادی. Thank you.
خورده آبرو رو شکوفه کرده، عین اون سوفیا لوره پتی شده رفته تو آب. خدا یا آخر عاقبت ما رو خیر کن. حالا خوبه کسی این ورانی و الا دعوا مرافع و کلونتر کلونتر کشیده شه. کسی اینجا نی؟ یا الله الله، اینجا هیچ تنابنده ای نی، برو اونجا رخت تا آفتاب پنگ کن تا خوش بشه. و جو مینم خود تو ماره کردیم اینجور. شده جوابشو کن، منم برم از تو ماشین یه چیزی بیارم زهروار کنیم، شب موندنی شدیم. برو دارم میرم تو، های دلت خواست دنباله داییت بیا. توفنگم با خودم میبرم. بازم داری قدم میزنی؟ خیال میکنی اینجا خیابون لاله‌زاره؟ خب یه لقمه غذا بخوری که دختر. گفتم نمیخورم نمیخورم نمیخورم. آه نمیخوری نخور، من میخوام ببینم چه تو بشر گشنت نمیشه. اگه از گشنگی ببینم لب به همچین غذایی نمیزنم. نفهمیدم، خیلی دلت بخواد دست پخت ننه ما رو بخوری، حیف نو. ارزونی خودت. باشه ارزونی خودم، خودم میخورم و کیفشو میکنم. قرون ننم برم با این دست پخت شیگر شدم. نو نو دست ننم درد نکنه با این ترشی هفته بیجارش. جون جون حض کردم. موسی رو ببین ببین. باخ 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 باب یه لقمه بخو. تو چقدر نرایی، والا بد آدم اینقدر دهن خوش باشه. من به فلک به فرما زده بودم، اومده اون سر میز ما. اوه نظرم زدی جلوم گرفت، برم یه آب بخورم. خدا بگم چی کارت کنه. دسته کورا طرفه. الهی سن زار کرور شکرت. قربونت برم با این بنده های رنگ و رنگت، ما که دلمون نمیاد این قضا رو بخوریم. کوفتمون شد اصلا نمیخوریمش. این هم باشه واسه صبونه ای من، جای نون گوش کویده میخورم. یه ترک عادت موجبه مرزه. چرا ترش کردی سهره رو جمع کردن؟ خب اوه ولی کرده خدا مشوره. ای دلت خواست میتونی بخوابی، اینجا قریب گز نداره، خیالت جمع باشه. ولی مواظب باش مرز و حدود خودت تجاوز نکنی. حالا بیه بخواب. نه خیر من نمیخوابم، اینجا خیلی کثیفه.
چیکار کنم که کثیفه؟ میخوای بخواب میخوای نخواب، تو بیابون لنکس کنه نعمت خدا. اخی خدا ما که خسته این رفتیم به سوی خواب. برو 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 که خفه نشی. چه اشتهایی؟ خیلی خوشمزه. من که به تو گفتم دست پخت ننم خیلی مشتیه، بی خود صبح تاله ما رو دمخ کردی. خواب نوشه جونه. خب حالا من باید چی کار کنم؟ برو تو ماشین لالا کن. من تو ماشین بخوابم؟ بله چه ای بشه، من توی ماشین میترسم. پس تو اینجا بخواب، من میرم تو ماشین. من اصلا تنها میترسم. من از عقرب نمیترسم ولی از سوسک میترسم. تو رو خدا شکارچی شیر دله بسه. ها جفتمون رو همین تخت میخوابیم، اما به شروط ها، و شرطی که ام مرز خودت تجاوز نکنی ها. من؟ آره آخه ننم منو دست دسته برده. تا کی باید اینجا بمونیم؟ والا امشبو که باز اینجا بمونیم، چون هیچ چاره ای نداریم. بعدش هم صبح که شد خدا بزرگه، بالاخره یه طوری میشه، یه ماشینی چیزی پیدا میشه ما رو ور میداره میبره شهر. سلام ماما، دیشب کجا بود؟ نمیدونه چه بلایی سرم اومد. آخرش هم پلیس راه به داده ما رسید. حالا بریم تو اتاق تا من لباسم عوض کنم، اون وقت قضیه رو مفصل برات تعریف کنم. دیشب منو پدرت تا صبح خواب بچشم. مادر خدا منو بکشه. خلاصه منور خانم جون، جعفر جونم رو به لبم رسونده. گفتم که این تقصیر خودته، هیچ مردی نباید بفهمه که یه زنی از اون خوشش میاد، آخه میذاره تاخچه بالا. خود من تا حالا هزار دفعه بیشتر عاشق شدم، ولی تو بمیری مگه گذاشتم طرف بفهمه؟ اما اون فهمیده، هنوزم دیر نشده. ببین فاتی جون، یه کلک خوب یادت میدم، اگه به اون عمل کنی طرف درست و حساب نوکر میگی. چیکار کنم؟ مجله کهنه تو خونه داری؟ داریم. بیا این کاراش کاری نداشته باش، همین کاری که بهت گفتم بکن، باقیش با من. خب من دیگه میرم. ایوا چایی تو نخوردی؟ وللش. سلام. سلام منور خانوم، اوله که داره؟ بد نیستم، تو چطوری؟ من که دیگه جونم از دست این فاتی بربرده به لبم رسید. چرا؟ چطور مگه؟ هیچی، واسه این که دختر خونده یه خانمه خیال میکنه از دماغ فیل افتاده، یه افاده هایی میکنه، یه افاده هایی میکنه که دیگه نکن نپ. ولی با همه این حرفا میدونم خاطر خامه. خاطر خاطر؟ آره. جعفر خیلی علکی خوشی. من علکی خوشم؟ آره، آخه فاتی آدمیه که کسی رو دوست داشته باشه. چی؟ اون اصلا معنی این حرفا رو نمیفهمه، خودشم نمیدونه عاشق کی. معلومه عاشق منه. دلتو خوش کن ولی از من نشنفته بگیر، حقیقتش اینه که فاتی عاشق آرتیستای سینماست. از کجا بدونم که راست میگی؟ خب همین الان برو تو اتاقش، همه چیزو میفهمی. خیلی خوب، الان میرم. چیزی بهت گفتم آم مونم بر خورو گوش میگو ایلو بی چیزی جگر بزن دختم هر رو به تو بشه میگشم میگه بیرو بر تایی دیر. گرچه تو یار منی پس این کیه، یا لو بگو پس اون کیه، فورن بگو پس این کیه. آره وقتی که این پر میریزه
میره همچی 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 من دلم شیدا میشه پایین و بالا میشه این لبونه قلبه ای مثل غنچه با میشه وای نبود دل خوش محسن کچل این سه تا هستن شیرین به سه اصل هشته هستن با خودم بچه من وقتی این آقا میخنده قش میرم ارسال میرم همچون میشم همچین میشم همچین میشم خالی به آر میزنم ملق رو غالی فایده ای نداره با همه چیز تو بروش کرده باشه من بسید بله من برسون مابله میزم کجا گرفت منو بر نه خیلی من با تکیبم باشه روشن کنم الان بیا گلو مدم پلو مدم دلم برا کباب شده یه ذره بوده آب شده نه پروم بالا یه موج بده که کار تموم بالا ناز نکنه این بالده یه میما شالا قربون اون قطع سرم ایشالا در زودتر برو وقت ندارم گر که تو یار منی پس این کیه حرف نزن این تیکه آنتیکیه وای خدا جونم خودم هم رقیب جنبان همایون خیلکیه سلام کاری داشتی؟ آره خیر بسیار خوب برو تو سالن تا من بیا مگه اینجا چه عیبی داره؟ برو بیرون اگه نرم اون وقت فریاد میزنم و همه رو خبر میکنم خبر میکنی؟ کسی تو خونه نیست فقط منم و تو پس فطرت وقت گیر آوردی؟ چی دلت میخواد؟ دوست دارم دوست دارم میخوام سر به تنت نباشه چه بخوای چه بخوای فعلا اینجا من هستم و تو و باید تکلیفمو با تو یک سره کنم میفهمی چی میگم؟ مقاومتا هیچ فایده ای نداره خواهشا پس فطرت لمس کن سکار این وقت روز توی این اتاق بند خدا چی کار داری؟ برای از اینجا بیرون خودت برای بیرون چه خافت خافت میکنه به حق خدا برای کلال بستش میگه خواهش میکنم برش کن بستش میگه برش کن هفته این دخترت زامنه چه فلا میکشتمت به هم میرسیم بارا کن شبا وزق نصف شب
همیشه مزاحم منه. خب چرا ماجرا رو به بابات نمیگی؟ میترسم مادرم ناراحت بشه. آخه هرچی باشه اون پسر برادرشی. از تو هم خواهش میکنم در این مورد با کسی حرفی نزن. خیلی خب حرفی نمیزنیم. حرفی نمیزنیم تا ببینیم تاسش چی میشینه زمین. خیلی متشکرم. واه وظیفه ما بود. دیگه وجود علی و جعفر واقعا توی این خونه برای من غیر قابل تحمل شده. تا حالا هر کلکی زدم موفق نشدم زیرا بهشونو بزنم. و همین دلیل یه نقشه ای کشیدم که اگه عملی بشه دیگه کلکشون کنده است. چه نقشه ای؟ بعدم براتون میگم. کیه؟ با مادر علی آقا کار دارم. اومدم. بله. یه خورده هندونه است. علی آقا از میدون فرستاده. بی زحمت بیارینش تو. چش خانم. قربون قدمت ببر بذار تو ایوون. چش خانم اون بالا؟ بله. بذار همینجا من خودم میبرم تو اتاق. میخوای ببرم تو اتاق؟ نه 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 خودم میبرم بذارش همینجا باشه. آخه آبجی خیرم واتت یه خود آب خوردن بده بخوریم. برم از پاشیر آب خنک برات بیارم. شما درد نکنه. خدا عوضت نوشه جونه. خب خدا حافظ شما. خدا حافظ. مکه علی این کارو نکرده. درسته قربون اون دهنت. بیا ما تو فضولی نکن. خیلی خوب. حالا خود علی کجاست؟ صبح تا حالا پیداش نیست، ممکنه فرار کرده. کی چی رو فرار کرده؟ اون هر جی باشه الان برمیگرده سر میده خودش. جناب سروان، من معتقدم تا فرصت از دست نرفته به منزل علی بریم. ممکنه جواهرات اونجا مخفی کرده باشه. شما منزل اونو بلدی؟ بله بلدم. بسیار خوب، میریم اونجا. ولی قبلا باید از دادستانی هم دست اجازه. هر کاری قانون اجازه میده انجام بده. خواهش می‌کنم بفرمایید. بریم بخورم. بریم. خدا حافظ. به خاک سپردم. امیدوارم بری که بر نگردی. جعبه جواهرات دختر اربابشو آورده خونه. دزدی کرده دیگه مگه نه؟ مگه دزدی شاخ داره یا دو؟ خدا به دور هیچ کس باور میکرد که علی آقا دزدی بکنه. خوشبختانه پیدا شد. پسرت اون کجاست؟ نمیدونم ولی اون دزد. پس این چجوری اومده تو اتاق شما؟ نمیدونم. فوراً علی رو هر کجا هست دستگیرش کنید. بفرمایید بریم. خواهش میکنم. بیچاره مادرش. باید حساسیتشو جمع کنه از اینجا بریم. بله ما دیگه نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. آره منم هم یقی درد داره. میبینیم توی خونه زندگی کنیم. آره نمیمونیم. پس کجایی تو؟ اینا دارم واسه کلک درست میکنه. کلک؟ آره جواهرات گوهرخانوم گم شده. اون وقت عمه به پلیس میگو علی دزدیده. حالا با مامورین رفتن خونه تو بگردن. ما رو ببین واسه یه لقمه نون حلال داریم واسه کیا کار میکنیم. برم خونه ببینم چه خبره. مکنه کن بوجوم. بله خواه برو.
مادر یه دوست نیست. چی میگی ننه؟ منو دوزی؟ اینا همش دروغه، برام توجه کرده. همینم مونده بود که از کمیساری بیان تو خونم مال دوزی در بیارن. هیچ نمیفهمم چی داری میگی. مال دوزی چیه؟ آخه این حرفا کدومه؟ زبون روزه پیش در همسایه آبروم رفت. لا 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 لا، داری کفر منو در میاری. حالا اومدی اینجا چیکار؟ این خونه جای دوز نیست. حاضرم کلفتی بکنم، رخشوری بکنم، اما دیگه حاضر نیستم چشمم تو چشم تو بیفته. برو دیگه. برو دیگه، بیشتر از این تنم رو نلرزون. برو. خیلی خب بسی گریه نکن، قلبت میگیره. بیا این دواهای مرضی هست، بهش بده بخوره تا بدتر نشود. مرضی اگه از بی دوا درمونی بمیره، بهتره که با پول دوزی ناخوشش خوب بشه. آخه من که دوزی نکردم، نوکرتم. اگه جرأت داری جلوی اونا آفتابی بشو. دارن در به در دنبالت میکردن که پیدا کنن. من که از هم کلک انداختن خودمو بهشون نشون نمیدم. بیا بیا این کلید ماشینو بگی وقتی اومدن بهشون بده. تنلاش بی غیرت. محبت پیش کردم ناز کردی برام
خدا شکر. آخه من به کی بگم؟ چه ریختی سال؟ علی آقا کجایی بابا؟ کجایی سر نسدین باغ فردوس زورخونه درخونگاه باقچه آسنخان کافه کریستال کرامت جمشید همه چرا دنبال زیر رو کردم الانم داشتم میمونم کافه مشهل دنبال خوشا دیدمه چرا نایمده خونه؟ بیا اونجا که کلک دستم بدم قایم شدن رو نشون نهیدن بیشتر از پا به دردش داده دیدی چجوری احمد به من تو اومده من اصلا اهل دوزی هم تو نمیری لطفا بارش میکنم چون هرچه مرده این حرفاره نده خوشگل نی من سلام میدونم بعد صبح بری خونه سر بیگونه پای دار میره اما گل دار نه این حرف همه شر مرد دار واهمه این هره این کاری نکن زشته جونه چرا باید به این ناچه سامون داد اخه چنگه این همه کفن کردی این نشه رو کفن کردی بلکو توف به این روزگار کشمزار رویا بریم داشتی هی کن بریم یالا بریم قربونه برم با اجازه شما بفرمین آمرزه خان این گوهر خانم دختر شماست خیلی هم دوستش دارین درسته خب معلومه که دوست دارم ما هم میخوام ببینم این گوهر خانم بیشتر دوست دارین یه جواهراتشو البته گوهرو قربونه آدم چیز فهم که منم دلم واسه همین میسوزه آقای مرتضی خانی گوهر عزیز شما یا شب تو بیابونه برهود زیر یه سقف گلی روی یه تخت چوبی تنها با من سر کرده ولی من به چشم ناوردی بهش نگاه نکردم شما چون اونجا نبودی ولی خدای بال سر بود مرتضی خان درسته که به قول شما جماعت ما لات و لوتیم اما رگ غیرت و مردونگی و لوتیگیری رو خدا از ما نگرفته به صد تا این جوجه مشکی ها میارزیم حالا هر چی دلت میخواد بگو تو برونده بنویسم ببخشین جناب سروان قربون اون دهنت بیا ما چک کنم من بذار ببینم چی میگه آقا مرسا خودم کردم که لعنت بر خودم باد آره داشتم از اول شما این کاره نبودیم فقط واسه اینکه یه لقمه نون حلال بخوریم و نگن علی نون جردن کلفتیشو میخوره اومدیم شوفر شما شدیم خب احمد آقا دلت خونه شد تو ما رو میبرن زندون ولی زمستون میره و روسیایی به زغال میمونه خب جان سوال واسه این کلانتری بله متاسفانه باید بریم کلانتری میره میریم اگه بیگناه باشید آزاد میشید گل گفت شما برای تکمیل پرونده چند دقیقه دیگه تشریف ببین جعفر به ننم بگو علی چند رو رفته موزده بود خدافظ خدافظ الوگو مگر به غیر صدا و غز مرا
منم نوکرتم، ولی با این اوضاعی که پیش اومده دیگه موندن من تو این خونه سلار نیست. تو هم میخوایی منو تنها بذاری؟ گوهر خانم، شما باید اجازه مرخصی ما رو بدی. ممکنه این نامردهای کلک هم دست ما بدن. کلک چیه؟ تو باید اینجا بمونی تا با هم یه فکری برای نجات علی بکنی. نه من میرم، ولی یه آدرسی بهت میدم، اگه کاری داشتی یا پیش آمدی براتون اتفاق افتاد میتونی تشریف بیاری اونجا. خیلی خوب، حرفی ندارم، آدرسو بگو. آدرس میام میدون مولوی، میپیچی طرف باغ فردوس، نرسیده به بازار که سعادت میگه قهوه خونه عباس تکیه رو میخوام. من همیشه پتوقم اونجاست، ولی با این شکل شمایل یه دفعه نیای اونجا برو من پیش برای بچه ها میره. پس چجوری بیا؟ یه جوری لباس بپوشتم که چی؟ که بچه ها خیالی نکنن. خیلی خوب برپریده، تو اگه دلت خواست تو هم میتونی بیه اونجا منو ببینی. 30 سال؟ 40 سال. من بیام دنبال تو؟ خدا اون تای دلت بشنفه. خب خانم ما رفتیم، زد زیاد قربانتون. به سلامت. قربون اون قدم جعفر جون، خیلی ازت ممنونم که اومدی ملاقات من. خب آدمی که حبسه دلش به همه چیزا خوشه دیگه، ازت ممنونم. ایشالله تربیه میشی میاد بیرون، زمستون میره روسیاییش به زغال میمونه.
درست جعفر، ولی نمیدونی آدم کجاش میسوزه وقتی بی خودی عبسی میکشه. چاره چی؟ باز ساخت بلاخره میدونم. میدونم با میدونم جعفر تو بمیری، من بعد یه عمر زندگی به این نتیجه رسیدم که اگه آدمی زاد یه وجب شاخ داشته باشه بهتر از اینه که 2000 متر دوم داشته باشه. آره راست. خب بگذاریم جعفر جون، یا سر خونه ما بزن، مرزی طفل معصوم مریضه، واسش خیلی دل با پسن. بگو مرتب دواشو بخوره، ای فرصت کردی گای گدوری ورش تو ورش شاب دونه زینی جایی یا خودو بگردونش بز دلش باش. آره داشت موازه باش، کم و کسری چیزی نداشته باشه. من بیرون از اینجا فقط تو رو دارم. خیال تخت تخت باشه، خودم رو کرده شاکرتان جفر. همین الانم میرم خونه مرزیه رو ورش میدارم میبرم سیم نمو. اجالتن خدا حافظ، دوشنبه بازم میام ملاقاتی ناکرتن. دست هم با هم را جفر. به سلامت من الهی شکرت روزگاه. بودو 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 بری اپ بری کلا. ننه علی شما بیا بری. نه نه نه، من میخوام برم خونه حاجت خانم روزه، سینما و اینجور چیزا دیگه از ما گذشته. اختیار داری ننه علی. اما جعفر جی بیا بریم دیگه، آخه سینما ما دیر خواه. الان میریم ننه علی، این که مولاد نمیده بزن ما اینو برش داریم ببریم. الان ببرم از سینما ما چکرم. منم از زیاد، من که بارها به تو گفتم با ازدواج تو گوهر 100% موافقم. مادرش هم حرفی نداره، ولی خود گوهر باید در این مورد تصمیم بگیره. متاسفانه من و مادرش تا به حال نتونستیم به این امر راضیش بکنیم. شما میدونین که من چقدر به گوهر خانم علاقه دارم. قطعا گوهر خانمم منو دوست داره، ولی مدت هاست که دچار تردید و دودلی شده. فکر میکنم اگه یک بار دیگه شما باهاش حرف بزنین و کمی نصیحتش بکنین سر عقل بیاد و به چاکر افتخار غلامی شما رو بده. بسیار خوب، بازم باهاش حرف میزنم ببینم چی میگه. من که بارها نظرمو به شما گفتم، گفتم که نه تنها احمد دوست ندارم بلکه با همه وجود ازش نفرت دارم. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب، به نظر من احمد جوان جنتلمن و آراسته یه. بدون شک تو داری اشتباه میکنی دخترم. اشتباه میکنم یا نمیکنم این به زندگی خود من مربوطه. شما نمیتونین به زور منو وادار کنین که زن احمد بشم. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب، پدر که بد دخترشو نمیخواد. من مصلحت میدونم که تو زن احمد بشی. اگه سر منم ببری نمیشم نمیشم نمیشم. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب، ببین گوهر، من پدر تو هستم. سالهای سال زحمت کشیدم تا تونستم این خونه رو برای تو مثل بهشت درست بکنم. حالا میخوای به حرف من توجه نکنی؟ کدوم زحمت؟ نزول خوری یا به ادای خودت صرافی کار پر زحمتیه؟ از این گذشته شما اسم این دوزخ رو بهشت میذاری؟ دوزخ؟ بله، این خونه برخلاف تصور شما نه تنها بهشت نیست بلکه دوزخ. تو هم مالک دوزخی. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب، سر صغیر و کبیر و کلا گذاشتم، فردا باید لگد به سینه گور بکوبم و تون پس بدم. اون وقت تو نه تنها به خواسته من توجه نداری، تازه زخم زبونم به هم میزنی. من جز حقیقت حرف دیگه ای نزد. راست میگه آقا جون. تو حرف نزن. خیلی خوب، با تمام این احوال من دستور میدم که زن احمد بشی. در غیر این صورت وادارت میکنم. احمد راست میگفت که این پسرای دوست حواس تو رو پرت کرده. دوست به کی میگی؟ علی رو میگم. علی؟ بله. علی دوستی نکرده. دوست اون آدمیه که با بیشرفی و شارلاتانی میخواد خودشو به آب و علفی برسونه. دوست اون آدمیه که با تهمت برای دیگران پاپوش میدوزه. واقعا دلم برای شما میسوزه که چشم بسته آلت دست یه شیاد حق باز شد. راست میگه آقا جون. وای! تو حرف نزن. خیلی خوب، در هر حال من آخرین حرفمو به شما زدم، دیگه هم حاضر نیستم در این مورد کوچکترین بحثی بکنم. گوهر، گوهر، گوهر. راست میگه آقا جون. بله دیگه راست. برو بیرون. خانم، خانم میگرد، میگرد. سلام خانم. سلام.
شما رو پیدا کردم. بیا سوارش. نه، اومدم پیش شما درخواست کنم یه کاری بکنید علی از حبس آزاد بشه. به خدا بچم بیگناه، اصلا روحش از این چیزا خبر نداره. خوبم میدونم. پس یه کاری بکنید ولش کنن. به خدا شب تا صبح زانوی من تو بغلم و گریه میکنم. امروز اینجا، فردا صحرای قیامت، دامنتون رو میگیرم. گوهر خانم، علی منو نجات بده. محض رضای خدا علی رو نجات بدی. دست شما رو میپوسم، پای شما رو میپوسم. خانم خواهش میکنم این کارو نکنید. من پسرم از شما میخوام. بچه منو به من برگردونید. گریه نکن. فعلا من شما رو به خونه میرسونم. قول میدم به هر شکلی شده تو فردا علی رو از زندون آزاد کن. خدا عوضت بده. خدا دلتو خوش کن. درو ببند. نراحت نباش مادر، خدا بزرگی. پدر، من حاضرم زن احمد بشم. به شرط اینکه رضایت بدین تو علی از زندون آزاد بشه. تو به چه دلیل از یه دزد حمایت میکنی؟ علی نه دزده نه دزدی کرده. از طرفی من به مادرش قول دادم اگه دلتون میخواد که زن احمد بشم، باید علی از زندون آزاد بشه. خیلی خوب دخترم، فردا اول وقت رضایت میدم علی آزاد بشه. ولی تو هم باید اجازه بدی پس فردا که شب جمعه جشن اخ‌کنون تو احمدو برپا کنیم. حرفی ندارم. از شما به خاطر نجات علی تشکر میکنم. پس بریم خودت به مادرت هم بگو. بریم. بالاخره گوهر موافقت کرد که زن من بشه. حالا دیگه به سهولت میتونم صاحب ثروت بادآورده مرتضی خان بشم. تبریک عرض میکنم. متشکرم. ولی گوهر به این شرط حاضر شده با من عروسی کنه که مرتضی خان رضایت بده علی از زندان آزاد بشه. اگه اون آزاد بشه بدون شک مزاحم ما میشه. شما کی عروسی میکنی؟ شب همین جمعه که پس فردا شب باشه. علی کی آزاد میشه؟ فردا. و من به خاطر اینکه علی در صورت آزادی نتونه مزاحممون بشه یه نقشه کشیدم. چه نقشه؟ روز پنجشنبه یکی دو ساعت قبل از اجرای مراسم عقد کنون، یکی از شما میرین در خونه علی، به مادر علی میگین علی پیغام داده که شما رو ببرم مثلا فلان جا. اون ساده است، حرف شما رو باور بکنه و همراهتون میاد. وقت بقیهش با من. میگه آقا دو نیزه دو بازو دو مرد دلیر، یکی ازده و دگر نرسیر، یله سیستون پنجه در کمر شهرو گرفت و زوزد. حالا نزن کی بزن، هی زوزد و زوزد و زوزد، اما نتیجه نگرفت. دست دیگر را احروم با گریبا شهرو بیزن کرد اما فوقه نبخشید. دیگر جهون پهله بود به جان آمده بود و نمیدانه شروع کند. بفرمونید اگه بیاید تو این آخه یه فوق بار میبود که نمیشد، بردمش تو باخچه. خیلی خود من میگردیم بفرم من بیسته قلمون اصل خیلی خود بچون به پر و باوزنان به هوا رفت. دیگر تلاش شدی نداشت و یه گون پهلمون نو مون جهان یل سیستون مغلوب شده بود. پسر پدر را نقش برشه قلمتی کلسمش. سلام. سلام. اینجا اومدی چی کن؟ من گوهر خانم فرستاده. قرار آقا رضای یاد بده و علی از زندون آزاد نو دهنت برم بیما چه چه با خاکان خجالت بکش تو مردم بعضی حواظ تو باشی آدم نمیگیری که این پچل زال ماشالله. خواله که رضایت میده فردا سهر خانم یک کاغذ نوشته گفته بدم به تو که برسونی به علی. ای بچهش فردا اول وقت میرم دم زندون، وقتی علی مرخص میشه میرم اونو میبینم. بیا خوش اوساسنا یا یه نون ترمیز بده من. حالا که بدن تعمیر داده جا. بابش
آخرتم. منم شاکرتم. اومدم دم در زندون گفتم مرخص شدی، اومدم خونه ننت گفت رفتی همون. الهی صد هزار مرتبه شکر. دنیاست دیگه میچرخه. میدونستم امرو مرخص میشی. ما کجا میدونستی؟ دیرو فاتی اومده بود دم در قهوه خونه بهم گفتش که گوهر خانم مرتضی خانم وادار کرده. اسم گوهر پیش من نیار، تو نمیری دیوونه میشم. همینجاست که تو اشتباه میکنی. اون طفل معصوم هیچ گناهی نداره. طفل معصوم؟ آره با اون توی مدت برای نجات تو خیلی زحمت کشیده، خودشو به هر آب آتیشی زده، اما هر نشته که میکشید اما همروشو بهش میده. بلا لا 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 چی میخوای بگو؟ دهنه منو با نکنی اینجا واسرا بده. هیچی، دیرو فاتی اومده بود قهوه خونه یه کاغذم داد گفت بدمش به تو، میگو گوهر خانم نوشته. راحت کن ببینم. بگی. سلام علی جون، خوشحالم از اینکه بالاخره از زندان آزاد شدی. علی جون من تو رو از زندان آزاد کردم، فردا عصر عقد کنیم. من حالا نوبت توی که من از زندان آزاد کنیم. گوهر علی با رفتی تو به چی نوشته؟ گوهر نوشته که فردا عصر قراره به عقد احمد در بیاد، همان کمک خواسته. کنو آره یه فرکی بکن. میدونستم بالاخره گذاره پوست به دب و خونه میافته. نه داشت ما علش نیستی. علی دور از جوون مردی و لوچی گیریه که توی همچی موقعی به این زبون بسته کمک نکنه. بیا از خرشی تو بیا دیشی ریدن تن حسنی، اونا پرتقالی متولده. خیلی خوب رینتان. ببین جعفر جانم، تو فردا به یه هوایی با کمک گوهر برو تو مجلس عقد کنه. اما جاید باشه چند تا برای بچه هم با خودت ببر که تن نباشه. خیلی خوب بیدن. تو خودت چیکار میکنی؟ منم همون دوره برای میپلکم و به موقعش به تو میگم باز چی کار بکنی. روشنم کردی تو کیه؟ با مادر علی آقا کار دارم. بفرمایی تو. مادر جون خوش این چادر بندازوش. یالا علا یارت بفرمایید. سلام علیکم. سلام، چه فرمایشی داشتی؟ منو علی آقا فرستاده تو زندان نصب کرده بود، وقتی آزاد شد ست شب جمعه پشت هم بره شاب بلیزیم زیارت. یه خورده کار داشت، من گفت برو خونه ما چون ننم زیارت خیلی دوست داره، بهش بگو اگه دلت بخواد میتونی به شاب بلیزیم. بیبی جون تو خود منم با خودت ببر. باشه مادر جون. حالا خودش کجاست؟ میاد دم گارد ماشین منتظر میشه. خیر ببینی ننه، یه خورده صبر کن الان حاضر میشیم. خیلی خوب بیا بریم مرسی. پس آبجی من پیش ماشین منتظر میشم. خیلی خوب ما هم الان حاضر میشیم میاد. خوب گوشاتون رو وا کنید برای بچه ها، حواستون باید کاملا جمع باشی. بینم علی آقا کجاست؟ همین دور و برات، به موقعش خودشو میرسیم. من طرف با کیه؟ رئیسشون اینجاست، بقیه شون الان پیداشون میشه. فعلا بریم پشت ساختمون قایم بشین تا ببینیم چطور میشه. فهمیدی یا نه؟ آره. تو رئیسشون به من نشون بده، دیگه کاری نداشته باش، خودم تنهایی ترتیب کارش میدم. اخ جو قربون اون دهنت، بذار ما چک کنم. بیا ما کن دهنو بیا بریم. بیا بیرون دیگه بس که نمیدی سرمو خوردی. باش بخوای بچه باش بیا شاکم بکنشه. هر دو شده بنده تو تیر زمین کاملا هم مواظبشون باشین. برشون دار ببر منم بیا تو هر روزه با همه رو خواهر بگردم. بچه ها ما میرم پیش احمد آقا، به اون دو نفر رو اگه همینجا مواظبشون باشن از پای تلفنم تکون نخورن. شما هم 7-8 دقیقه بعد از من لباستون عوض کنین و بیان خونه مرتضی خان. بله باش بگذره. باشه بیا تو بهت بگم، من از این سوراخ میرم بیرون.
کجا میخوای بری؟ میرم خودمو به یه جا میرسونم. اینا میرن همون جایی که عروسیه. علی آقا همونجاست. منم دنبالش میرم. خیلی مواظب باش بلای سرت نیاد دختر. خیلی خوب. خدایا بچه‌مو به خودت سپردم. من که میبینمشون. خواه بچه خدا پر خدا همت خوش اومدین خیلی ما واسه باشیم بچه شیرنی عروسی رو واسه ما بیارین بله خب هاشو بدهی به سلابه 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 هاشو بدهی سلام رئیس. سلام رئیس. از همه تو ممنونم. ایشالله زحمات همگی رو جبران بشه. چه خبر؟ تا دو سه دقیقه دیگه کار عقد تموم میشه و اون وقت من میدونم اون ثروت بی حساب مرتضی خان. بریم جلوی سالن کوچیکه. پشت اون دیوار. همونجا مواظب باشین. باشه. یعنی که همه چیز بر وفق مراده. بریم. زود باشین. بچه ها طرفاتون رو شناختیم آره. خیلی خوب حالا با هم منتظر بشیم ببینیم چی پیش میاد جعفر آقا ما همه نوکر علی آقاییم چاکرشیم خاک زیر پاشیم جعفر جنی ما هم همینطور جعفر جنی ابو جعفر جنی ابو جعفر جنی ابو جعفر جنی صدا کجا؟ مثل که صدا این توه مرزیه مرزیه کجایی؟ این توه این؟ خدا کنه صبحی کش روش باشه بچه خفه بشه اون تو خیلی خوب یه خود زبون بده هم بگی با کردم اونجا چی که بکردی؟ این چه ریختیه؟ چرا سیاه شدی؟ این دوستا ببین ما بردن توی زیر زمین قایم کردن چی میگی؟ کدوم زیر زمین؟ تو اونجا رو بلدی؟ آره وقتی ما رو با ماشین میبردن من خوب خیابونا رو نگاه کردم اگه از طرف خونه خودمون بریم من اونجا رو خوب بلدم یه بریم ابو جعفر خیلی خوب من میرم اونجا شما هم همین دور و برا مواظب باشید نه من خودم تنها میرم عجب لطفی پیدا میشن عروس خانم برای سومین بار سوال میکنم خانم گوهر خانم اجازه میفرمایید شما را به عقد دائم و نکاح قائم آقای احمد شمشادزاده فرزند مرحوم تقی خان در بیاورم وکیلم وکیلم خانم وکیلم بگو وکیل نمیگه و نخو آدم گفت یعنی که تو این خونه چه خبره؟ مای تو روز نومه آگهی نکرده بودین هر دو خیلی تو با اجازه کی اومد اینجا؟ با اجازه خدا خوبه؟ میتونم از شما یه خواهش بکنم؟ بله حرفتو بزن نه اینجا خوب نیست اگه بگم بیای تو این اتاق میای نمیترسی؟ شوپس علی بیغمو ترس بزن بریم خیلی خوب آه بزن افتاد بله بیارش گوشینو داشته باشین تا صداش کنم ننه علی ننه علی بله بی اینجا بیا آبجی بیا با پسره درف بسن بیا نه اینجوری علی جون با مادرت حرف بزن با مادره مای کجا حرف بزن ننه ننه علی حالت خوبه مادر ننه تو کجایی من بهت میگم کجاست ببین اون الان تو دست منه ناکس بیمارفت چه دست گلی باب داری جال حرف بزن اگه سر صدا نکنی و بذاری که این عروسی صورت بگیره بعد از عقد دستور میدم آزادش کنم در غیر این صورت دیگه هیچ وقت مادرتو نمیبینی تصمیم بگیر لعنت بر شیطون بیدیش پولی که بگی مدیونت نشین بیدیونت نشین خود باینی همینجا بیدیونت نشین 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 بیدیونت نش
بندو باکش میکنی دیگه. تو در فرم جو بشه، سمم برم در رو باز کنم. خیلی خوب بودو. و یا سری و اصلا اینو بزنم اینم چی کام میکنم. خیلی خب برو، من اینجا ما واضبت هم خیلی خب بده کتاب در بیرم بیشتر از این خراب نشه. بنده جون شما اینم دخترت، حالا شدی این آلولوی سر خر من. یو علی همینجا بسه. شو. کی میگفت تسکی خالی تو شهری؟ بفرمو قایم قایم بودی. با عرض مذارت آقا میتونیم مجددن شروع. دوشیزه آقله کامله بالغه. یه خونده تونتر بره. آروم باش آقای تاکسی، یه خونده تونتر. برای آخرین بار سوال میکنم گوهر خانم. آقای تاکسی لطفا یه خونده تونتر. اجازه دارم شما را به عقد دوش بریم تو. وکیلم شما را به عقد آقای احمد شمشادزاده فرزند تقی‌خان در بیاورم. هرچون تو گفت بله دیگه. من که گفتم نمیگه. چی؟ آها تو چه میگی؟ بازم که مزاحم شدی؟ مگه قرارمون یادت رفته؟ تو مادرت هم دوست نداری؟ چرا؟ دوست داره، خیلی هم دوست داره. قربانی فوراً بریم بیرون. اگه نریم اون وقت مجبورتون میکنم. چیکار میکنی؟ بیرون اینو میکشم. نیاله تو حالا از اومدی حقیر میکشی و بکنی اونا بابا ننو جه هر کاری را داره. یواش یواش بلکه مساهم بشه شلک میکنم. من باید همراه من بیا. یلا فورا را بیا. ولی آخه خدایی کمک وزیعت بیرون زینا بر علی آقا، علی آقا دستم ندامه تا طرف برد. چرا نیاید؟ چرا نیاید؟ بچه این بچه ها یه بچه ها دنبال من بیه. بچه ها دود باشه. اینا چه چه این بچه ها یه بچه ها باشه. چرا بینه؟ یه بچه ها باشه. ببرین شما
رو بسه باشتم و ماشین رو روشن کنم. جالن این آب چشتون بکنم. آتیش کن برا بزن برا بینم دیگه. جالن این هم میکاشم اتو. بچه شما برید سوار اون ماشین میشین دنبال ما بیاین. یالا شما به پلیس خبر بدین. علی تو بسه برا بیا برمالا داشتی برای شما میگیشی بزن برید. عجله نکن خاطر جمع باشی هیچ جا نمیتونم برم. داره دخترمو خفه میکنه. این چه وضعیه؟ بیشتره چه درد نکن. جان خدا جان خدا ساکت بشی ساکت بشی وایسا وایسا چکنم دو چهار بشی. امو بهت نمیدم. پوشو پوشو دست بالا بیام کلو پوشو کلانتری منتظره تا سوارشون کن بریم کلانتری. یالا زود باشه به جمعه زود باشه. رئیس دوزاینه ای پسرنگ نه. جناب سربان از اینکه به موقع رسیدین خیلی از شما تشکر میکنم. متشکرم. خواهش میکنم هر کاری قانون میگه همون کار رو بکنیم. مطمئن باشیم بیافتین جلو. لطفا شما هم با من. اگر اجازه بدید من با اتومبیل خودم خدمتتون. ایبی نداره. خواهش. یالا بریم. بذارین بره. علی خواهش میکنم وایسا باید کار دارم. ماما کاری داشتی؟ آره شما نباید از پیش ما برید.
خونه ما خونه خودتون. تعارف شابدلزمی نکن. ما دیگه بلگ تو رو نمیخوریم. اون رو که به هم تومت زدین و به ناحق ما رو انداختین کنج زندون، همه جا پر بود از گل گلبرگ. اما حالا میبینی دیگه، چهار ماه حبسی بی خودی کشیدین. مروتت شوک بشه. عیبی نداره. چه رو عیبی نداره؟ ببین علی. چه رو ببین علی؟ درسته که ما گرگ بارون دیده ایم، درسته که ما بچه پایینیم، ولی به جون هرچی مرده، هر روزی که تو خشت افتادیم دونسته به کسی بدی نکردیم. ایشالله تا وقتی هم که تو لحد میندازنمون مردی و مردونه گیره گم نمی کنیم. اما آی مرزا خان، شما با همه پول و ثروتتون خیلی عوضی هستیم. آی گلبونه دهنت بیا بارم کن بیرم جرف حرف استام اینا چیه؟ گوش که چی جینی؟ گوش کن علی. گوش عمال تو. من میدونم تو به گوهر و گوهرم به تو علاقه منده. خب اگه دلت بخواد میتونیم با هم عروسی کنیم. من اصلا حرفی ندارم. عروسی؟ من با گوهر خانوم؟ برو با ولمون کن رئیس، ما نیستیم. نفهمیدم چرا، مگه چه اشکالی داره؟ خیلی اشکالات داره، خیلی. اولندش اون مناسب حال ما و لقمه ما نیست. دو جمندش آق مرزا خان، شما با این تشخص واسهتون خوب نی دخترتون زن یک بچه‌ی باغ فردوس بشه. ولی عشق و علاقه این چیزا سرش نمیشه. از طرفی مگه تو کی بیداری؟ من افتخار میکنم که دخترمو به جوان مردی مثل تو بدم. قبول کن. چرا قبول کنم؟ تو مستلی داری جواب جنی؟ گوهر خانوم خاطرخات دختر خوبیه. تمام مدتی که تو حبس بودی اون خوراکش عشق و آب بود. ما بیمیریم خاطرخات. تو بیمیری، این بیمیره. آره ای بابا یه خال چمه بوری. پس تو داری چک بسته ما رو حال میری تو تله. باشه مهدی خاطر ما بوری تو قفت برو. آقا مرسخان، اگه من با گوهر خانوم عروسی میکنم فقط واسه خاطر خوشه، فقط واسه خاطر صفای باطنشه. اما یه چیز دیگه هم بهت بگم، این عروسی یه شرط داره. ما دوست داریم عروسی تو خونه خودمون برگزار بشه، تو همون خونه فسقلی، میونه همون بچه معلمون، با رسم و رسومات خودمون. حرفی نه، منم یه حرفی دارم. اگه اجازه بدیم ما با این ورپریده همون جوری که علی آقا گفت عروسی میکنیم. خانوم خودش چی میگه؟ اون منو با یه ده شیشتونگ هم عوض نمی کنه. آره فاتی، تو جعفر با یه ده شیشتونگ عوض نمی کنی؟ بله. آره مریم جون، کی حوصله یه ده و ده داری؟ منم حرفی ندارم، ایشالله مبارکتون باشه. علی آقا، I'm going to go to the hospital.